اینجا شما یه آدیو انیمیشن هم دارید که خیلی شباهت داره به همون ویدیو انیمیشن. من اگه آدیو رو انتخاب بکنم بیام بزنم شو آدیو انیمیشن، دقیقا عین همون اتفاق قبلی میفته. اگر شما بخواید میتونید مثلا ولومتون رو اینجا کی فریم هایی که زدید ببینید. مثلا من میتونم با آلت یک کی فریم اینجا اضافه کنم، یک کی فریم اینجا، یک کی فریم اینجا، یک کی فریم اینجا، همینطوری مثلا چندین و چند کی فریم اینجا اضافه بکنم. بعد ممکنه بخوام اینا رو یه ذره انگولک بکنم و بالا پایین بکنم، یه همچین چیزایی. بسید من یه لحظه اینو یه ذره بزرگترشم بکنم که راحت تر دیده بشه. و دقیقا چیزایی که توی قسمت قبل گفتیم در مورد آدیو هم صدق میکنه. اگر شما بیایید اینجا روی یکی اینا کلیک بکنید، توی جا به جاش بکنید، اگر خواستید میتونید بالا پایینش بکنید. اگر کامند رو نگه داری، میزانی که موستون رو بالا پایین میکنید این خیلی کندتر جابجا میشه، یعنی همینجوری اگه جابجاش بکنید با یه همچی شدتی بالا پایین میشه. اگه کامند رو نگه دارید یه ذره آرومتر و با دقت بیشتری این اتفاق میفته. و باز شما این کی فریم ها رو میتونید رنج سلکت بکنید. الان من اگر شما ببینید نمیتونم یه رنج این کی فریم ها رو سلکت بکنم روی آدیو، اما اگر بیام اینجا رنج سلکت رو بزنم الان میتونم بیام بگم همه این کی فریم ها رو انتخاب کن. دقیقا باز مثل قبل میتونم بیام بگم کی فریمز کاپی، و حالا میتونم بیام بگم اینجا توی این رنج اینا رو ببخشید نیاز دیگه این برمیسیم که به رنج ندارم، سال قبلی رو انتخاب کنم. و فکر کنم همین مستقیم بشه این و پیستشون کرد. دقیقا این و دقیقا این همون کی فریم ها رو میشه پیست کرد که طبیعتا خیلی راحت تره و خیلی ساده تره، مخصوصا برای زمانی که شما کار میکس داری انجام میدید یا تعداد کی فریم هاتون زیاده. این میتونه خیلی کمک بکنه و از دوباره کاری خیلی جلوگیری بکنه.